به نام خدای ایران و به نام ملت بزرگوار ایران و با درود به یکایک هممیهنان ارجمند، برنامه در گذرگاه تاریخ رو از تلویزیون پارس می آغازم. شامه ای رو که امروز می خواهم براتون بخونم یکی دو بار از همین تلویزیون در آغاز برنامه خوندم و یکی از شگفت‌آورترین چامه هاییست که من تا کنون خواندم و شنیدم. این چامه رو ناصر خسرو قبادیانی در سده پنجم هجری، یعنی در حقیقت نزدیک به 1000 سال پیش، این چامه رو سروده. دقیقاً گویی برای امروز ایران سروده. نزدیک به 1000 سال پیش دقیقاً برای امروز ایران این چامه رو سروده. میگه از جور شاه و میر، از جور شاه و میر چون نومید شد دلم، زی اهل طیلسان و عبا و ردا شدم. رفته به طرف عبا و عمامه، چون از جور شاه و میر نومید بوده. از جور شاه و میر چون نومید شد دلم، زی اهل طیلسان و عبا و ردا شدم. گفتم که راه دین بنمایید مرمرا، گفتم که راه دین بنمایید مرمرا، زیرا که زهل دنیا، زیرا که زهل دنیا، یعنی اهل دنیا دل پر جفا شدم. گفتند شاد باش که رستی ز جور دهر، زان شاد گشت جانم و اندر رها شدم. دیدم که رشوه بود و ریا مال و زهدشان، دیدم که رشوه بود و ریا مال و زهدشان، ای کردگار باز ز چه مبتلا شدم. از شاه زی فقیر، از شاه زی فقیر چنان بود رفتنم که از بیم مار در دهن اژدها شدم، که از بیم مار در دهن اژدها شدم. روح ناصر خسرو شاد که 1000 سال پیش امروز رو دقیقا زنده کرده. بینندگان ارجمند، امروز اندک اندک به روز 13 تیر ماه نزدیک می شویم. 13 تیر ماه چه روزیست؟ 13 تیر ماه روز ورجاوندیست در سنت های ایرانی و به روایتی 13 تیر ماه روز پرتاب تیر توسط آرش کمانگیر برای تعیین مرز ایران زمینه. در ضمن این روز رو روز آب پاشان هم میگویم. روز آب پاشان که در چنین روزی اوج گرمای تابستان آغاز میشه و ایرانیان به یکدیگر آب میپاشند تا در اوج گرما به یکدیگر تراوت و نرمی ببخشند. اگر یادتون باشه چند سال پیش نوجوانان ما زیرکانه در چنین روزی جشن آبپاشی رو در پارک ها انجام دادم و ناگهان بسیجیان و اوباش هوادار رژیم پی بردند که به اینها چقدر زیبا دارن توی دهنشون میزنن. آنن دستگاه های انتظامی جنبید و سازمان های امنیتی و سازمان های انتظامی و بسیجیان و غیره و غیره همه جنبیدن که مبادا این آبپاشی تکرار شه. به هر روی هنوز در میان ایرانیان زرتشتی و هممیهنان ارمن ما این آیین رواس و روز 13 تیر به یکدیگر آب میپاشن. البته فراموش نکنیم که این مراسم با اختلاف چند روز در بیان تیره های ایرانی
رواز، بعضی ها 13 هم، بعضی ها 7 هم، بعضی ها 14 هم و روزهای مختلفی این روز رو جشن میگیرن و آب به یکدیگر آب میپاشن. یکی از بینندگان چامه‌ای رو برای من فرستاده و می نویسه که این چامه از خود من نیست. اون بیننده میگه در جای اون رو خوندم و بسیار زیباست و بسیار پرمعناست و لطیفه. بعد میپرسه که خواهش میکنم بگید که معنای ملمع ملمع یعنی چه؟ چامه اینه، میگه ناگهان ناگهان عطر تو پیچید در آغوش اتاقم، ناگهان عطر تو پیچید در آغوش اتاقم، با سرانگشت نسیم آمده بودی به سراغم. به به، چقدر لطیف، چقدر لطیف. ناگهان عطر تو پیچید در آغوش اتاقم، با سرانگشت نسیم آمده بودی به سراغم. زیر رو کرد مرا دست نسیمی که خبر داشت من خاموش سراپا همه خاکستر داغم. خیلی لطیفه، خیلی زیبا. میگه خیال کرد این نسیم که منی که خاموشم مثل خاکستر اینجا افتادم، ولی یه خاکستر داغی هستم. وقتی نسیم پیچید توی اتاق و این اندکی از خاکستر من هم زد، اون آتش درون من رو هویدا کرد. زیر رو کرد مرا دست نسیمی که خبر داشت من خاموش سراپا همه خاکستر داغم. بین آغوش تو بگذار بسوزم به جهنم، که به آتش بکشد باغ مرا، که به آتش بکشد باغ مرا چشم و چراغم. بیت در بیت بیا پیرهنم باش از این پس، بیت در بیت بیا پیرهنم باش از این پس، آشنا می شود آغوش تو با سبک و سیاقم. حرف چشمان تو مانند غزلهای ملمع، حرف چشمان تو مانند غزلهای ملمع، واژه در واژه کسیده است از ایران به عراقم. ملمع در زبان تازی فارسی، این فارسی نیست، واژه تازیه، به معنی طلاکاری شده است، زینت شده، و تکه های طلا رو در یک چیزی که نصب میکنن و میکوبن و به اونجا جوش میدن میگن اونجا رو ملمع کرده. اینجا منظورش این است که چشمان تو در این غزلی که من گفتم، این غزلهای منو ملمع کرده، طلاکاری کرده. به هر روی این شعر بسیار لطیف بود و از این بیننده بسیار سپاسگزارم که در این شعر لطیف ما را هم همباز و شریک کرده. از دوست ارجمندم آقای وارتان خواهش میکنم آگهی رو پخش کنن که ما برنامه های دیگری هم در پیش داریم، بعد برد به تاریخ هم خواهیم رسید. میریم آگهی ها رو. یک ملت را دو ستون استوار میتواند بر سر پا نگه دارد: فرهنگ و آیین‌های ملی، تاریخ و قهرمانان دلاور او که راهگشای مردم به سوی آینده هستند. استاد ناصر انقطاع در درازای 24 سال کوشش‌های فرهنگی و سیاسی خود در آمریکا دست به چاپ و پخش 20 جلد کتاب در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و تاریخی زده است تا هم‌میهنان خود را به پیشینه نازش آفرین خیش آگاه کند. پژوهشی درباره هفت سین، جشن‌های ایرانی و ریشه آنها.
روزهای آوارگی، زندگی پرفراز و فرود نادرشاه، 50 سال تاریخ کنونی ایران، طوفان زرد، تک و تاخت مغول به ایران، امیر کبیر، مرد بزرگ تاریخ ایران، در ژرفای واژه‌ها و شناخت زبان پارسی، شیر و خورشید، نشان 3000 ساله، بابک، ابرقهرمان جاودانه ایران، حافظ و کیش مهر، شیر گریان، یعقوب لیث، مرد برتر تاریخ ایران. تلفن سفارش کتاب 661-254-8757. بینندگان ارجمند، در حدود 10-20 سال، حالا اندکی بیشتر یا کمتر، یک ابزار موسیقی و یک ساز ضربه‌ای به هماهنگی‌ها و همنوازی‌ها، همونی که بهش میگن کنسرت یا ارکستر، افسوده شده که البته بود در ایران، به خصوص در میان تیره‌های نژاده ایرانی مثل کرد و لور و قشقایی و غیره. این ابزار موسیقی هواداران و نوازندگان بسیاری داشته، اکنون آرام آرام تو این 30-40 ساله وارد ارکسترهای شهری هم شده، و اون دف و بسیار تپ آهنگ، بهتره بگیم تپ آهنگ، چون تپ ریشه فعل تپیدنه، اتفاقا این رو انگلیسان بردن تپ میگن، تپ یعنی ضربه زدن به یک چیزی، بعد تپ اصلش ریشهش تپه، تپ آهنگ، که حالا البته دوستان ورشتن ضرب آهنگ کردن، ضرب تازیه، ما و جلوی آهنگ فارسی ضرب نباید بذاریم، همون تپو بذاریم، تپ آهنگ. یک تپ آهنگ زیبایی به موسیقی و هم نوازی های ایرانی داده، و این بخشی رو که برای شما آقای وارتان خواهد گذار، یکی از این یا گردآوری یکی دو نوازندگی از دفه. من بیگمان میدونم که از آن زیبا، از این آهنگ های زیبا لذت خواهید برد، و پس از این شنیدن این آهنگ ما میایم به تاریخ میپردازیم، ببینیم نادر با محمد شاه گورکانی که درخواست متارکه جنگ کرده بود چه رفتار خواهد کرد. آقای وارتان، خواهش میکنم پخش بکنید.
بله البته این دنباله داره، ولی خب زمان زیادی رو میگیره. کافی بود همین که به زیبایی و نقش این ساز در همنوازی های ایرانی ها پی ببریم. به 250 اندی سال پیش میرویم و در کنار شهر دهلی در اردوی ایرانی ها میبینیم که امپراتور هند، امپراتور کشور پهناور هند، شبه قاره هند، با جمعیت چشمگیر داره میاد به اردوی ایرانی ها که در برابر نیروی پیروز ایرانی در کنار شهر دهلی پیمان متارکه جنگ بزرگ نادر علیه هند رو دستینه بنهه و امضا کنه. با وجود اینکه این فراخوانی از سوی نادر به اردوی ایرانی ها بوی آشتی میداد، بوی صلح میداد، بوی دوستی میداد، ولی زانوهای محمد شاه، اینها رو من در پایان برنامه هفته پیش گفتم، زانوهای محمد شاه گورکانی میلرزید از اینکه برای نخستین بار با آدمی به نام نادرشاه افشار که سفیرانش رو کم محلی کرده بود و یکی از سفیرانش در شهر دهلی کشته شده بود و به استناد همین اهانت به ملت ایران و شرف ملی، نادر تصمیم گرفته بود که هند رو ادب کنه. بر روی محمد شاه تا کنون در برابر هیچ کس فروتنانه نایستاده بود. از هنگامی که چشم به جهان گشوده بود شاهزاده بود و تا آن روز پیوسته و پیوسته در ناز و نعمت و خوشی و فرماندهی به سر می برد و حالا امروز برای نخستین بار احساس ناتوانی، کوچکی، ضعف درباره مردی رو میکنه که از یک روستای کوچک ایرانی در یک کوهپایه ایرانی به نام درگز در خانواده چادرنشینی زاده شد و از کوههای از دامنه کوههای الله اکبر برخاست و آمد و آمد و جنگید و جنگید تا توانست روزها، عثمانی ها و تازیان رو واپس بنشونه و حالا خودش رو که یک امپراتوری تشکیل داده اومده سرزمین هند رو هم در نوردیده و به کنار دروازه هند رسیده. حالا دروازه پایتخت هند رسیده و حالا این امپراتور هند آمده در حال آمدنه که با این مرد روبرو بشه. بر نادر با متانت ویژه‌ای که داشت وقتی محمد شاه از چادر، یعنی چادر فرماندهی رو کنار زدن و وارد سراپرده شد، با چهره بسیار گشاده نادر باش روبرو شد و دستهای خودش رو گشود و محمد شاه رو که پیکر ظریف و کوچیکی هم داشت به سان کودکی در آغوش کشید. نادر اصولا عادتش بود در جنگ بسیار جدی و خشن و خشک و بیره بود، ولی به محض اینکه طرف شکست میخورد ناگهان 180 درجه میچرخید و اونهایی که تسلیم شدن یا شکست خوردن یا پناه آوردن بهشون با نهایت مهربانی با اونها رفتار میکرد. این بود که پیرامونیانش همیشه میگفتند که نادر غیر قابل پیشبینیه، هیچ کس نمیدونه که این مردی که اینجور محکم و استوار در برابر دشمنان میجنگه و میایسته در موقعی که اونها شکست میخورن تا چه پایه با اونها به نرمی رفتار میکنه. به هر روی این رفتاری که
یعنی رفتارهایی که نادر کرد دقیقاً با اون چیزی رو که محمد شاه فکر میکرد نادر باهاش روبرو خواهد شد به کلی فرق داشت، و این بود که چهره محمد شاه عوض شد و نادر وقتی که او رو در آغوش کشید چهره او رو بوسید و این حالت چنان رقت قلبی به محمد شاه دست داد که اشک از چشماش سرازیر شد و دیدن این وضع نظام الملک وزیر میهن پرست و صادق او رو هم با دو سه تن از سرداران ایرانی رو که در درون سراپرده بودن دچار هیجان کرد و اشک از چشمان اونها هم یکی دو تاشون هندی بودن یکی دو تام ایرانی بودن غلطید. این دومین پادشاهی بود که ناتوانانه در برابر نادر اشک می‌ریخت. نخستین اون شاه طهماسب پادشاه صفوی بود که چندین بار علیه نادر اقدام کرد و حتی می‌خواست نادر رو بکشه، ولی حالا یا بخت با نادر یار بود یا شیوه های رفتاری شاه طهماسب غلط بود، نادر رو آگاه کرد و نادر سران رو آورد و شاه طهماسب رو در یک حالت بد جنسی نشون اونها داد، گفت این شاهتونه، آیا حاضر هستید با این شاه زندگی کنید و فرمان روایی این رو بپذیرید که اونها نخواستن و شاه طهماسب دوم رو خلع کردن. روز بعد که میخواست شاه طهماسب، چون قول داد به شاه طهماسب، گفت اگه من تو رو، یعنی اینها خلعت بکنن این گروه بزرگان ایرانی، من تضمین میکنم که جان تو رو حفظ کنم، و همین کار رو کرد و او رو فرستاد به مشهد، به همین دلیل، از اصفهان البته، به همین دلیل او هم در برابر نادر گریه کرد. باری برمیگردیم به اردوی ایرانی ها و آمدن محمد شاه. نادر چرخی میزنه و دستشو میذاره پشت محمد شاه و او رو به طرف تخت ویژه‌ای که براش آماده کرده بودن میبره و در طرف راست خودش مینشون. وقتی که میشه نروشو میکنه به اون میگه از دیدار برادر گرامی و تاجدارم بسیار شادمانم. محمد شاه اندکی به خودش میاد و میگه خوشحالی من دو چندانه، زیرا از یک سوی به دیدار شاهنشاه ایران نائل شدم. چون اون زمان نه فیلمی بوده نه عکسی بوده نه تا قبل از دیدن یکدیگر میدونستن چهره همدیگه چه شکلی بوده، این بوده که برای نخستین بار که یکدیگر رو میدیدن مسلماً اثر جالبی در روحیه و درون اونها میکرد. میگه خوشحالم که برای نخستین بار شاهنشاه ایران رو دیدم و از طرف دیگه با این دیدار که بوی دوستی و صداقت میده جان هزاران تن از جوانان ایرانی و هندی از مرگ رهانده میشه. اما محمد شاه ادامه میده، میگه اما متاسفم که چرا این دیدار چند ماه پیش اتفاق نیفتاد و در شرایطی بهتر صورت نگرفت. خب این دقیقا همون بود که نادر میخواستی که دولت‌ها و ملت‌ها در ملت‌های ایران و دربارهای ایران و هند که از صدها سال پیش همچون دو برادر در کنار یکدیگر بودن، این رفتاری که امروز هست چرا اون موقع صورت نگرفت و اون دوستی و صداقتی که سالها این دو ملت با هم داشتند چرا ناگهان دگرگون شد؟ خب در حقیقت حرف دل نادر رو میزد. نادر پرسید آیا شما میدانید که سهلنگاری های فراوانی در یک سال گذشته در روابط میان ایران و هند انجام شده؟ آیا میپذیرید که این سهلنگاری ها همه از سوی شما بوده؟ عجیبه که شما اینقدر در امور مربوط به کشور خودتون آسانگیر و بی‌اعتنا هستید. نادر به خودش نگاه میکرد که در تمام مسائل به دقت نظارت میکرد و به خصوص در ارتش هند واقعا پشه نمیتونست بدون اطلاع نادر بپره، و به همین دلیله که تاریخ نویسا در شگفتن که این آدم به این دقت با اون شیوهی که در اردوها رفتار میشد که نزدیک خوابگاه او هم
واقعا پرنده نمیتونست بپره، چگونه نادر کشته شد؟ که البته اگر برسیم به زمانی که من درباره مرگ نادر و کشته شده نادر میخوام حرف بزنم، براتون روشن میکنم که چرا با اون همه دقت در نظم اردوگاه و ارتش و کشورداری نادر کشته میشه. حالا به اون میرسیم درمون. اما به هر روی چون خودش در تمام امور نظارت داشته، میگه من از شما تعجبم که این سهلنگاری ها را چرا توجه نکردید، چرا اینقدر شما آقای امپراتور هند در امور مربوط به کشور خودتون آسانگیر و بی‌اعتنا هستید، و با وجود این که من بارها به شما نامه نوشتم، سفیر فرستادم، صبر کردم، تحمل کردم، اظهار دوستی کردم، وزیران شما نه تنها لازم ندیدند پاسخ کافی به من بدهند، بلکه با سفیران من هم به طور موهنی رفتار کردند. بینندگان عزیز، من اینا رو مخصوصا توضیح بیشتر میدم که شما بدونید اون یاوه سرایانی که حمله نادر به هند رو، به خصوص اون چپگرایان و اون توده‌ای‌ها و اون بیگانه پرستانی که همیشه حمله نادر به هند رو میخوان یک جهانگیری، یک جهانخواری، یک زورگویی جلوه بدن، بدونند که این مرد برای چه حمله کرد. به روشنی من اهانتی که به این دو سفیر اولی که او فرستاد به دربار هند، اونها دربار هند با اونها رفتار کرد و اهانت کرد، و بعد در مورد فرستادن محمد خان ترکمن سردار بزرگش که دیگه این آدم دیوانی یا به اصطلاح امروزی ها دیپلمات نبود، او رو هم محلش داد و بعد او کشته شد در دهلی در اثر سهلنگاری دولت هند. حالا سخن نادر همینه، میگه من همه جور صبر کردم، به سفیرانم اهانت شد، تحمل کردم، اونها رو بی جواب گذاشتن، اونها رو سرگردون کردن، تحمل کردم. بعد سفیر دوست من رو، محمد خان ترکمن از دوست سرداران دوست نادر بود، او رو کشتن. من میخواستم همون موقع حمله کنم، باز رای زنان من گفتن نه، شما خونبها بخواید، بگذارید آیین‌های دیپلماسی، آیین‌های دیوانی رعایت بشه. من خونبها خواستم، او رو هم جواب ندادید. بینندگان، تمام اینها رو من در کتاب عیناً آوردم، نامه ها رو آوردم که اونهایی که میخوان نادر رو لجن بمالن بدونن این مرد برای حفظ شرف ایرانی به هند حمله کرد. دلیل نداشت به هند حمله کنه. دشمن اصلی ایران اون موقع عثمانی ها بودن. اگر میخواست بیاد حمله کنه، زمانی که در جنگ با عثمانی ها توپال عثمان، بزرگترین سردار عثمانی کشته شد و ارتش عثمانی اصلا پاشید، سرداران ایرانی به نادر گفتن آقا برو تا استانبول، برو تا پایتخت عثمانی ها رو بگیر. گفت من تا فقط مرزم میرم. اینا رو نمیگن، اینا رو آخوندها در آوردن از تو تاریخ، برای که با نادر دشمنن، برای که نادر رو نمیخوان، برای که میخوان لجن بمالن. تا سخن از نادر میاد میگن بچهشو کور کرد. ای بابا، بره بپرسید چرا کور کرد. خب کار خوبی نکرد، ولی خب مسائل، پسرش هم جلوش ایستاد، پسرش هم درشتی کرد، بالاخره او هم پسر نادر بود، او هم اون غرور پدری رو به ارث برده بود. اینا رو روشن کنید در تاریخ، نیان هر آخونده یه لاقبایی بیاد بگی که آره نادر آدم کش بود، نادر فلان بود، و مردم هم ندیده نخونده هم بله بله نادر آره بود فلان. تمام پشتوانه پولی ایرانی ها که الان آخوندها پدرشو در آوردن، از غنایمی است که نادر به عنوان خونبها و به عنوان غنیمت جنگی از هندوستان آورد. تمام این گوهر، یعنی تمام که البته نه، ولی 80% گوهرهای پادشاهی که میگن جواهرات سلطنتی، اینا اوناست که نادر آورده. آیا اینا برای پشتوانه ملی ما یک غرور نیست؟ همش نشستن آقا چرا به هند حمله کرد، یهو دلسوز هندی ها میشن.
بابا نادر اگه میخواست بیاد حمله کنه اول میرفت تا استانبول، نرفت. چطور شد اینجا رفت؟ برای که غرور ایرانی رو لکه‌دار دید، برای که شرف ایرانی بهش اهانت شده بود. بیاید علت رو بسنجید، از خودتون بپرسید، به اون کسی که میگه نادر جهانخوار بود بهش بگید آخه دلیل چرا نمیتونست، مگه نمیتونست بره در شمال در قفقاز وقتی که با لزگه ها و داغستانی ها و اون کشور بالای چیز گرجستان و اینا جنگی، مگه نمیتونست بره تا بالاتر؟ روسا فرار کردند، روسا از پلویور رد شدند، ملک کاترین دستور داد اصلا با ارتش ایران تماس نگیری، اینها خطرناک هم خب میتونست جلوتر بره، نرفت. اینا نکاتی است که باید در تاریخ روشن بشه. بدبختانه ما به تاریخمون بی اعتنا هستیم. هر چیزی که توی کلاس ها و اینا درس میدن، من شما فهمیدم تاریخ ایران کیا نوشتن؟ تاریخ ایران و بهشتی و اون محمد که نخست وزیرم بود، مجاهدین در ترور کشتنش، هنربخش، هنری همچین نامی داره، از بس از اینا بعدم میاد اسمشون هم یادم نمیمونه، آقای بهشتی بود و یه نفر دیگه و اینا مشاور خانم چیز بودن، خانم فرخرو پارسا، آقا مشاورشون بوده، حکم رسمی چاپ شده، اونا اومدن این کارو کردن، بعدم کشتنش اون زن رو. چرا؟ چون زن بوده، وزیر آموزش پرورش بوده. حالا پرت شدیم از مرحله، کاری نداریم، برمیگردیم، ولی باید مسائل تاریخی روشن بشه. بعد نادر میگه که علاوه بر این رفتارهای موهن، عجبتر از همه اینی که به واسطه عدم نفوذ شما آقای محمد شاه و به علت نداشتن نظم در دستگاه شما، یکی از سفیران من برخلاف تمام قوانین در کشور شما کشته شد. سهل است هنگامی که در داخل که داخل کشور شما شدم، گویا شما اعتنایی به این رفتار نکردید و نپرسیدید که من کی هستم، خیالم چیست، چرا به کشورتون حمله کردم. وگرنه در همون آغاز اگر یک پرسشی میکردید، سفیری از سوی شما می اومد، نمایندهی می اومد، پیکی می اومد و من جواب می دادم، همون موقع جلوی این جنگ ها گرفته می شود و این همه جوان کشته نمی شود. آقای محمد شاه، حالا نادر همینطور داره، یعنی از همون حرف محمد شاه به قول معروف بول گرفت و حالا هی داره گلایه هاشو می گه. آقای جناب امپراتور هند، هنگامی که من به لاهور رسیدم، لاهور یک نفر از سوی شما پیامی نیاورد که در دوستی را بگشاید، سهل است پاسخ پیام و سلام مرا هم ندادید، در حالی که در همون نامه من برای شما نوشتم ما به عنوان مهمان میاییم و شما با ما گفتگو کنید تا بیش از این خونریزی نشه. بعد از اینکه امیران شما از خواب بیحالی و غفلت بیدار شدند، همه وسایل آشتی رو قطع کردند و با نهایت بی‌نظمی پیش من آمدند که جلوی ارتش مرا بگیرم. محمد شاه پاسخ میده، بیگمان سهلنگاری هایی شده و باید بگویم که در این سهلنگاری ها ما مقصر بودیم. نادر گفت خواست من مقصر قلم داد کردن شما نیست، بلکه ارائه دلیلی است که مرا محق بداند برای حفظ شرف ملت خودم به این کار دست دادم. بر این پایه در اینجا به روشنی میگویم که ما هیچ نظری به تاج و تخت شما نداریم. این نکته را بارها به نظام الملک که در همین سراپرده هم اکنون حاضر است یادآور میشوم و هنوز هم بر سر سخن خود هستم و می خواهم تأکید کنم که با وجود همه ناراحتی ها
و زیانهایی که تا کنون کشیده و متحمل شده ایم، شما باید بر کشورتون پادشاهی کنید. چقدر زیبا. بعد آدم بی سواد میدونست که نمیتونه بر روی اون زمان 400 میلیون جمعیت بیشتر نداره، بر 400 میلیون جمعیت و اون سرزمین پهناور فرمان روایی کنه. بنابراین بزرگواری کرد، در عین قدرت و پیروزی گفت شما پادشاه این کشورید، شما باید بر کشورتون پادشاهی کنید. چون تا کنون از خانواده تیمور، چون میدونید که گورکانیان از خانواده تیمور بودن در اونجا، زبان رسمی دولت هند فارسی بود، تمام قراردادهایی که نادر با گورکانیان یعنی با خانواده محمدشاه و خود محمدشاه بست موجوده، تمام با زبان فارسی است. هند زبان هندی نبود، انگلیس ها آمدن برای اینکه زبان فارسی رو بکوبن، اونجا رو زبان رسمی رو انگلیسی کردن و زبان دوم اردو هست و الان هم همونا. اگر اونها این کار نمی‌کردن، ایران یعنی هندی ها همه زبانشون فارسی بود، بلکه بهتره بگم زبان فارسی فرزند زبان سانسکریته و اینا از یک ریشن. به هر روی نادر میگه که من تا اونجایی که میدونم از طرف گورکانیان و دربار هند نسبت به خانواده ایرانی ها و صفویان و ملت ایران زیانی نرسیده بود تا این حادثه افغان ها که فرار میکردن به کشور شما و راه بهشون میدادید پیش اومد. محمد شد در این حالی که پاسخ داد، ولی ته دلش بسیار شادمان شد که آرامش مخصوصی، لطف مخصوصی، مهر مخصوصی در گفتار نادر دیده میشه، احساس میشه و نادر پی برد محمد شا که به تاج و تخت او نظری نداره و در جلوی وزیر اعظم، سرداران هندی و سرداران ایرانی و رایزنان ایرانی به روشنی گفت که شما صاحب تاج و تخت خودتون هستی. و آدمی مثل نادر که زیر حرف خودش در این زمینه نمیزنه، نیازی نداشته باشه، نداشته دروغ بگه و بعد زیرش بزنه. به هر روی در برابر این بزرگواری نادر واقعا محمد شاه نمیدونست چه کار کنه، نمیدونست چه جوری سپاسگزاری کنه و از اینکه او رو بر سر قدرت نگه داشته چگونه سر فرود بیاره و کرنش کنه. این بود که گفت بسیار بسیار سردار بزرگ، نادر بزرگ، بسیار بسیار مایه اندوه منه که میبینم زمینه همبستگی و دوستی میان دو ملت بزرگ ایران وجود داشته و ما تا چه اندازه کوتاهی کردیم. نادر سخن خودشو دنبال میکنه و میگه اما چون در برابر این کوتاهی ها و لاقیدی ها ناگزیر شدم راه درازی را تا اینجا بپیمایم. حالا اول زمینه ها رو خوب دوستان ما رتب میکنه، میگه ولی چون ناگزیر شدم بیام و این از شرف ملت دفاع کنم، تا اینجا هزینه زیادی رو متحمل شدم و سپاه من خسته هستم، بنابراین از دیدگاه خاربار و ملزومات ما دچار تنگنایی، باید به دهلی بیاییم و در آنجا چند روزی بمانیم تا سربازان من خستگی در کنم. بر این پایه مبالغی را به نظام الملک گفتم که مورد نیاز است و پس از دریافت آن از سرزمین شما بیرون خواهیم رفت تا خودتان شخصا به کارهایتان بپردازید. محمد شاه دیگر پاسخی نداشت، متفکر و خاموش نادر رو نگاه میکرد و به خوبی نشانه های شرمندگی از چهرش هویدا بود. نادر زمانی که خاموشی محمد شاه رو دید، باز به سخن آمد و گفت
بیگمان کسانی در دربار شما هستند و بودند که نگذاردند اوضاع مسیر طبیعی خودش رو طی کنه و آنطور که شایسته است پیوند ما استوار بشه، وگرنه هرگز نیازی به این همه لشکرکشی و اردوکشی نبود. محمد شاه که میدید نادر نمیخواد همه گناهان را به گردن او بیاندازد و همچنین نمیخواست بیش از این درباره گذشته سخن گفته شود، خوشحال و سپاسگزار شد. در این هنگام نادر دستور آماده کردن نهار رو میده و پیرامونیان بیدرنگ دست به کار میشن و آنگاه میان دو پادشاه و رایزنان در زمینه‌های غیر سیاسی و صحبت‌های خصوصی در زمینه وضع اقلیمی، وضع کشور، وضع مردم سخن‌های فراوانی میره. در این هنگام نادر از جای بر میخیزه، جبه ترمه گرانبهایی رو که بر دوش انداخته بود به خاطر آمدن محمد شاه از شانش بر میداره و محمد شاه با شگفتی میبینه که رخت‌های جنگی نادر در زیر اون جبه ترمه پاره پاره و چرکینه. عجیب مردان بزرگ مانند کوه استوارن. آدمی که هر روز میتونست رختی ارزشمند، گرانبها، پربها، زیبا، ابریشمین بپوشه، هنوز رخت جنگی خودش که حالا توضیح هم من میدم که علاوه بر پاره پاره بودن بدن زخمی نادر رو میدیدن، دو زخم بزرگ برداشت در جنگی با هند. خطوط چهره محمد شاه در آن هنگام دیدنی بود. بیگمان در مغز خودش خیشتن رو با نادر می سنجید و می دید که تا چه پایه میان این دو، میان او و نادر فاصله است. مردی چون کوه استوار مدت 11 ماه فرصت نکرده بود که رخت جنگی خود را از تنش بیرون بیاره و پیراهن پاره پاره و چرکین، تن خسته و زخم خورده و به ویژه در درون چکمه هایش که این مدت از پای در نیاورده بود گندم و جو رویده بود، که این رو هم من یه بار در یکی از برنامه ها گفتم، باز هم بعد توضیح میدم که چطور شده که دانه های گندم و جو در درون چکمه نادر رفته بوده و چرا سبز شده. اما این آدم روانش مانند کوه البرز استوار، سربلند و بر تبرزین خود تکیه داشت و پای بر سر دولتی توانگر و نیرومند و پهناور نهاد. این شگفتی را پیرامونیان محمد شاه که در چادر حضور داشتند با چشمان خود دیدند و شاید در دل خود گفتند چقدر میان این دو پادشاه فاصله است. درست در همین هنگام سرپرست تشریفات به آگاهی نادر رسوند که نهار در چادر نهارخوری آماده است. محمد شاه و نادر حرکت کردند در چادر نهارخوری. نادر محمد شاه را در بالای خان گسترده‌ای نشاند و با نگرش به پایگاه و جایگاه دیگران به ترتیب از بالاترین تا پایین ترین کسان حاضر در چادر در کنار خان نوروزی نشست. با دست بردن نادر به سوی خوراکی ها دیگران نیز خوردن رو آغازیدند و نادر پس از بردن مقداری خوراکی، پس از این که مقدار خوراکی برداشت گذاشت و این چیزه، ظرف خودش رو با ظرف محمد شاه عوض کرد تا به میهمان خود بفهماند که در خوراک او زهری ریخته نشده و این نشانگر دقت و موشکافی و تیزهوشی و باریکبینی او بود. خوردن نهار پایان یافت و نادر محمد شاه به چادر فرماندهی بازگشت.
این بار محمد شاه آغاز به سخن کرد و گفت: ما پیش از آمدن به اینجا دستور داده ایم که دو شرط نخست پیشنهادی حضرت نادر اجرا بشه و سپس انگیزه به همین انگیزه جنگ افزارها و مهمات سپاه هند همه گردآوری شده و آماده تحویل به نماینده حضرت نادر و نیروهای ایرانی است. نادر گفت: حضرت محمد شاه، باز هم مختارید، اندکی بیندیشید و درباره مواد متارکه جنگ با یاران و نزدیکان خود به رایزنی بپردازید و پس از رایزنی با ایشان پیمان نامه متارکه را دستینه بدهید. محمد شاه پاسخ داد: هرچند ما دستور داده ایم که مقدمات اجرای همه شرطهای حضرت نادر فراهم بشه، ولی با نگرش به پیشنهاد آن جناب که گفتید بازم فکر کنید، البته صلاح در این است که امشب هم بگذرد و فردا بتوانیم کاری بکنیم. نادر گفت: هیچ دشواری در کار نیست و هنگام عصر که هوای دشت کرنال خنک‌تر شده بود، محمد شاه و همراهان برای بازگشت به اردوی هند آماده شدند و نصرالله میرزا فرزند نادر تا بیرون اردو اونها رو بدرقه کرد و خود نزد پدر بازگشت. همیهنان تا اینجای تاریخ رو داشته باشید، دنباله اون رو به هفته آینده وامی گذاری. پروانه سوخت، شمع فرو مرد، شب گذشت. ای وای من که قصه دل ناتمام ماند. ای وای من که قصه دل ناتمام ماند. روز و روزگار بر شما خوش، تا درودی دیگر بدرود و پاینده ایران.